شرکت خودروساز ژاپنی نیسان به تازگی از یک خودروی شاسی بلند برقی به نام آریا رونمایی کرد. این اقدام اولین رونمایی خودروساز جدید پس از رسوایی مربوط به کارلوس کون، مدیر عامل پیشین شرکت خودروسازی نیسان است. این رخداد به علت پندمیک کرونا به صورت آنلاین برگزار شد. ماکودو یوچیدا، مدیر عامل نیسان میگوید آریا برگه جدیدی در فرهنگ و تولیدات این خودروساز است. قرار است آریا در نیمه سال آتی در ژاپن و در اروپا، آمریکای شمالی و چین در پایان همان سال یعنی 2021 عرضه شود. رقیب اصلی آریا که قرار است با قیمت پایه 46 هزار دلار عرضه شود، خودروی تسلا مدل وای است. آریا همانند تسلا توان پارک کردن و ترمز گرفتن هوشمند و اتصال به اینترنت را دارد. توانایی شتاب این خودرو آنی است و اتاق آن نسبت به خودروهای سوخت فسیلی جادارتر است. مدیران کنونی نیسان امیدوارند که آریا بتواند نوری در پایان روزهای تاریک یک سال گذشته این شرکت باشد. علاوه بر ضرر 6 میلیارد دلاری پارسال که بالاترین رقم در 11 سال گذشته تاریخ این شرکت بود، رسوایی برکناری کارلوس گون، مدیر عامل این شرکت و فرار او به لبنان، زادگاه اجدادیش و اتهامات دو طرف به همدیگر چهره نامناسب از این خودروساز بر جای گذاشت.